سلام به دلای مهربونتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر از آرامش و عشق باشین. ندا هستم با یکی دیگه از برنامه‌های بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. قراره که تو این برنامه کلی نکات مراقبت از پوست که شامل تکنیک‌های ماساژ و ماسک خونگی هستش رو با هم دیگه انجام بدیم. ما سه نوع تیپ پوستی داریم که من همیشه اینا رو بررسی میکنم که شما عزیزان بدونین جزء کدوم دسته از تیپ‌های پوستی هستین. یکی از نوع تیپ‌ها پوست‌های خشک هستش، یه نوع دیگه پوست‌های چرب هستش و آخرین دسته که بهترین دسته نوع پوستم هستش، پوست‌های مختلط و ترکیبی هستش. کسایی که پوست‌های خشک دارن اصولاً بعد از اینکه استحمام می‌کنن روی سطح پوستشون یه حالت خشکی احساس می‌کنن و کسانی که پوست‌های چرب دارن همیشه یه لایه چربی روی پوستشون یعنی وجود داره و متوجه میشن که پوستشون چربه. بهترین نوع پوست پوست مختلط و ترکیبی هستش که نه انقدر خوش هستش مثل تیپ نوع خشک، نه خیلی چرب هستش که بخواد مستعد جوش زدن باشه، ولی اصلا مهم نیستش. ما تو هر نوع تیپ پوستی که باشیم میتونیم پوستمون رو به بهترین شکل ازش مراقبت کنیم و شاداب و سلامت نگهش داریم. خب امروز قراره که با همدیگه راجع به کسایی که پوست صورتشون دچار جوش‌های قرمز دردناک و حالت چرکی میشه با همدیگه صحبت کنیم. چند تا تکنیک ماساژ خدمت شما عزیزان من آموزش بدم و بعدش هم که ماسکای مهیج خونگی شروع میشه، بعد از اون تکنیک‌ها قراره که ماسک در واقع با همدیگه درست کنیم و روی صورتمون بذاریم. اولین ماده‌ای که توی این ماسک خونگی می‌خوایم با هم دیگه ترکیب کنیم و درستش کنیم گیاه آلوورا هستش که هممون می‌شناسیم و پر از خاصیته. دومین ماده‌ای که توی این ماسک هستش لیمو هستش و آخرین ترکیبی که هستش گلابه. این ستا رو با هم دیگه میکس می‌کنیم، یه ماسک خونگی خیلی خیلی سلامت درست می‌کنیم، روی پوستمون می‌ذاریم و نتیجه‌شو می‌بینیم. یه نکته خیلی مهم خدمت شما عزیزان بگم، کسایی که پوستای خیلی چربی دارن یعنی تو نوع تیپ پوست چرب هستن پوستشون مستعد جوش زدن بیشتر هستش نسبت به نوع تیپ پوست خشک و اون مختلط یا ترکیبی. و اینکه در واقع امروز این برنامه بیشتر برای کسایی هستش که پوست چرب دارن چون مستعدتر هستش میگم به در واقع اون جوش‌های قرمز و دردناک. حالا با هم دیگه با اون ماسکی که خدمتتون گفتم، ترکیبی که قراره با هم دیگه بکنیم و تکنیک ماساژهای دستی که الان بهتون آموزش میدم، من به شما قول میدم که اگه این کارا رو انجام بدین خیلی خیلی بهتر بشه پوستتون و کاملا بشه بهبود پیدا کنه. خب همونطور که خدمتتون گفتم یه نکته خیلی مهم وجود داره، اونم این هستش که علاوه بر اینکه ما به پوستمون برسیم و مراقبت ازش کنیم، یه نکته مهمی که در درمان جوش‌های صورت ما داریم نکته کبد ما هستش. یعنی که اگه کبد ما چرب باشه یا مشکلی داشته باشه، هر چقدر که ما به سطح پوستمون در واقع رسیدگی کنیم و به هر حال بخوایم که بهش برسیم، اما باز هم ممکنه که اون جوش‌ها رو داشته باشیم و این سوال برامون پیش بیاد که من خب
رسیدگی انجام میدم، ولی چرا پوست صورت هم شاداب نمیشه، سلامت نیستش. شما حتما، شما دوستا و عزیزای من که اگه روی سطح پوستتون جوش های آکنه یا هر نوع جوش قرمز، چرکی، عفونی صورتتون داره، حتما حتما علاوه بر اینکه این کارها رو انجام میدین، یعنی ماسک خونگی رو میذارین، تکنیک های ماساژ رو انجام میدین، اگه خدای نکرده بهبود پیدا نکردین، بدونین که باید یه چکاپ برای بدنتون بدین و در واقع این کبدتون رو بیاین چکاپ کنین که خدای نکرده مشکلی نداشته باشه. خب عزیزان، من خدمتتون 3 تا ماده گفتم که تو دسترس هممون هم تقریبا هستش و میتونیم باهاش پوست صورتمون رو شاداب کنیم و از شر این جوشایی که اذیتمون میکنه، دردناکه، بتونیم رهایی پیدا کنیم. اولین ماده مهمی که هستش گیاه آلوورا هستش. فکر میکنم بیشترمون باش آشنایی داریم، یا اگه نمیشناسین این گیاهو میتونین یه سرچ کنین در موردش، خواصش رو بیشتر مطالعه کنین، اما من خدمتتون یه مختصر توضیح بدم. گیاه آلوورا یه گیاه فوق‌العاده پر از خاصیت هستش و به صورت ژلاتینی، یه ماده ژلاتین داخلش داره که وقتی ما این گیاهو برش میزنیم، اون ماده ژلاتین در واقع خواص اصلی این گیاه هستش، هم برای بدن مفیده هم برای پوست صورت. مثل یه پماد سوختگی عمل میکنه، در واقع هر جایی از بدن شما یا پوست بدنتون در واقع یا صورتتون اگه بریدگی داشته باشه، اگه دچار سوختگی شده باشین و تو این روزای گرم تابستون اگه دچار خدای نکرده آفتاب سوختگی بشین، میتونین به وسیله این گیاه به عنوان یه پماد کاملا ارگانیک و طبیعی ازش استفاده کنید. خب دومی ماده‌ای که خدمتتون گفتم لیمو هستش. لیمو بمب ویتامین سی هستش که شما عزیزان از منم بهتر میدونید، و اینکه کلی ویتامینای دیگه هم دارا هستش، مثل ویتامین گروه B1، B2، منیزیم، روی، که همه اینا میتونه هم برای بدنمون کلی خواص داشته باشه هم برای پوست صورتمون. یکی از خواص خیلی مهم لیمو این هستش که پوست ما رو کاملا صاف، براق و در واقع یه آنتی اکسیدانی داره که باعث میشه پوست ما سلولای مردش بازسازی بشه. سومی ماده‌ای که خدمتتون گفتم گلاب هستش. گلاب که خواص بسیار زیادی داره و از زمانهای خیلی قدیم مردم استفاده میکردنش برای مراقبت از پوستشون، الان هم خوب خیلی طرفدار داره و به عنوان یه تونر پوستی ازش استفاده میکنن. در واقع تونر چیه؟ میاد آلودگی ها، چربی ها و هر چیزی که روی پوست ما میشینه رو از بین میبره. این گلاب یه تونر کاملا ارگانیک و طبیعی هستش که شما عزیزان میتونین حتی هر شب هنگام خواب یه دستمال بردارین، دستمال کاغذی روی در واقع دستمالتون بریزین، کل پوست صورتتون بذارین و کل صورتتون رو باش پاک کنین و باعث بشین که با این کار کل صورتتون بازسازی بشه سلولای مردش و یه پوست شفاف داشته باشین. خب این 3 تا ماده رو تقریبا خواصش رو به صورت مختصر خدمت شما عزیزان گفتم. بریم این 3 تا ماده رو با هم دیگه ترکیبش کنیم، یه ماسک خونگی خیلی طبیعی درست کنیم، روی پوست صورتمون بذاریم، یه حس خوب به صورتمون بدیم. فقط قبلش دستاتون رو تمیز بشورید، کل صورتتون رو تمیز بشورید، برگردید. میخوایم قبل از اینکه این ماسک رو درست کنیم چند تا تکنیک ماساژ صورت خدمتتون آموزش بدم که اول اینا رو انجام بدین که باعث بشین جریان خون توی صورتتون بیشتر در واقع جریان پیدا کنه، اون خون که باعث بشه که وقتی که این ماسک خونگی رو میزنین روی پوستتون خیلی نتیجه بهتری بگیرید. خب اولین تکنیک ماساژ برای این جوش هایی که گفتم خدمتون قرمز و دردناک هستش اینه که از 2 تا انگشتتون شست و اشاره استفاده میکنیم، مثل یه موچین عمل میکنه، تمام کل صورتتون رو میتونیم به وسیله این ماساژ در واقع ماساژ بدین و خونش در اون قسمتی که جوش داره بیشتر جریان پیدا کنه تا بتونین وقتی که این ماسک رو گذاشتین خدمتون گفتم خیلی نتیجه بهتری بگیرین. حالا به چه صورت هست؟
هستش، دو تا انگشتتون رو روی من قسمت پیشونی شروع میکنم، شما هر قسمتی از صورتتون که بیشتر جوش داره اون قسمت رو بیشتر ماساژ بدید. الان مثلا ما فکر میکنیم تو این قسمت ما جوشای خیلی زیادی داریم، از قسمت پیشونی من براتون شروع کردم، ببینیم به همین صورت هر قسمت صورتتون که دوچار این جوش ها هستش به این صورت ماساژ بدید. خدمتتون گفتم اگر که تو قسمت چونتون یا گونه هاتون یا پیشونیتون هر قسمتی که بیشتر هستش این ماساژ رو بیشتر تو اون ناحیه انجام بدید. حدود 2 دقیقه زمان بذارید این کار رو انجام بدین، بسیار عالی هستش و روزی 3 بار تکرارش کنید. خب دومین تکنیک ماساژ رو میریم انجام بدیم با هم دیگه. این تکنیک هم خیلی آسون هستش، به وسیله پد انگشتای دستمون یا این قسمت بالایی انگشتای دستمون رو ما بهش تو ماساژ میگیم پد انگشتای دستمون، به وسیله اینا ضربه به صورتمون وارد میکنیم به این صورت. خدمتتون گفتم جایی که بیشتر جوش داره این ضربات رو بیشتر بزنید، 1 دقیقه به این صورت ضربه بزنید و 1 دقیقه بعد شروع کنید به این صورت تمام صورتتون رو ماساژ بدید. لطفاً حتما تجربهش کنید، شاید الان نگاه میکنید هیچ حسی بهش نداشته باشین ولی واقعاً خودتونم این کار رو انجام میدین کلی حس آرامش و یه حس خیلی خوبی بهتون دست میده. پس 1 دقیقه به این صورت و 1 دقیقه به این صورت این کار رو انجام بدین روزی 3 بار. خب سومین تکنیک ماساژ به این صورت هستش که حرکت دورانی روی پوستمون انجام میدین. اینم به این صورت هستش که از انگشتتون استفاده میکنین اشاره جایی که بیشتر اون جوش رو دارین و در واقع ازدحام اون جوش ها بیشتر هستش اون قسمت رو بیشتر ماساژ میدین به این صورت. از انگشت اشارتون کمک میگیرین، از جفتش گفتم خدمتون جایی که بیشتر جوش داره رو بیشتر ماساژ بدین چون خون بیشتر جریان پیدا میکنه به صورت دورانی. حتی میتونین روی بینیتون اگه جوش داره به این صورت کناره های بینیتون ماساژ بدین، حرکت دورانی و روی چونتون. این سومین تکنیک ماساژ بود، اینم به مدت 2 دقیقه و 3 بار تکرارش کنین تو روز. خب آخرین تکنیک ماساژ به این صورت هستش که با 2 تا انگشت اشاره دوباره به یه حالت کشش به پوستمون میدیم، فقط به این صورت که وقتی روی پوستمون میذاریم به سمت بالا فشار رو وارد میکنیم و وقتی که میخوایم دستمون رو دوباره کشش بدیم دست رو رها میکنیم و هیچ فشاری روی پوستمون نمیاریم به این صورت. این کارم توی کل صورتمون انجام میدیم، هر قسمتی که خدمتتون گفتم جوش ها بیشتر هستن این کارو بیشتر انجام بدین. این تکنیکم حدود 1 تا 2 دقیقه، بهتر که 2 دقیقه انجام بدین و اینکه روزی 3 بار یادتون نره.
خب دیگه الان وقتشه این سه تا ماده‌ای که خدمتتون گفتم و با هم دیگه ترکیب کنیم، یه ماسک خونگی درست کنیم و روی پوستمون بذاریم. خب اومدیم این سه تا ماده رو با هم دیگه ترکیب کنیم، همونجوری که خدمتتون گفتم گیاه آلوورا، لیمو و گلاب رو نیاز داریم. من دیگه نرفتم عطاری در واقع از این شاخه های بزرگ آلوورا تهیه کنم، خودم گیاهش رو تو خونه داشتم، برای همین چون تازه هستش و خیلی کوچیکه دیگه از اون شاخه های بلند نیست که تو عطاری هست. شما اگه تو خونه نداشتین هم میتونین از همون گیاه استفاده کنین، در واقع برگش رو بگیرین و برش بزنین و مواد داخلش رو به اندازه یه قاشق در بیارید ازش. من دیگه اومدم از خود گیاه هم استفاده کردم و برش زدم، همون جوری که میبینین این ماده ژلاتینی که خدمتتون گفتم و یه قاشق دروردم. پس یه قاشق ژل در واقع آلوورا نیاز داریم، همونطور که میبینین این ژل رو میریزیم این داخل. بعد لیموی تازه، اگه تازه باشه که خب خیلی بهتره، اگه هم نبود که از آب لیمو میتونین استفاده کنین. من همینجا آب لیموی تازه رو گرفتم، همینطور که میبینین از آب لیمو هم به اندازه دو تا قاشق، یه قاشق آلوورا، دو تا قاشق آب لیمو. و دو تا قاشق گلاب. این سه تا ماده رو کامل با هم دیگه ترکیب میکنیم، همینطور که میبینید به این صورت مایه میشه. به کل صورتتون میتونین بزنین و زیر قبقبتون اگه اضافه اومد ام مواد، و همیشه خدمتتون گفتم پشت دستاتون هم بزنین. و بریم با هم دیگه که ببینیم اینو چه جوری روی صورتمون بذاریم. خب من برگشتم، سه تا ماده رو با هم دیگه ترکیب کردم، حالا می‌خوایم بذاریمشون روی پوستمون. فقط قبلش خدمتتون بگم شما میتونین از این ماسک‌های من باز کردم که شما راحت‌تر ببینینش، از این ماسک‌های حاضری میتونین از لوازم بهداشتی یا تهیه کنین، همه جا از اینا داره. اما اگه تو دسترستون نبود اصلا مشکلی نداره، من اینو بذارم پایین. میتونیم به وسیله دستمال کاغذی که تو خونه هممون هست همین کار رو انجام بدین در واقع، و همین ماسک رو درست کنین، خیلی هم راحت. حالا چرا ما این کار رو اصلا انجام میدیم؟ میتونیم کل مواد رو همجوری روی صورتمون بذاریم. اگه که این ماسکای یه بار مصرف رو که حالا اگه تو دسترسمون هم نبود، خیلی تکنیک راحت تری با این دستمال کاغذی حالا خدمتتون آموزش میدم. خب حالا چجوری اینو روی صورتمون قرار بدیم؟ یکم از این موادی رو که با هم ترکیب کردیم و روی صورتمون میزنیم، بعد بقیه مواد رو به این شکل روی صورتمون میزنیم تا زیر چونتون هم حتما این کار رو انجام بدیم. این شکل اصلا لازم نیست که حتما از این ماسکای آماده داشته باشید، با این دستمال کاغذی هم خیلی راحت. میتونین این کار رو انجام بدید. قسمت پیشونی
من کل مواد رو گذاشتم روی صورتم، فقط یه نکته خدمتتون نگفتم، اونم این هستش که وقتی دستمالای کاغذی رو برداشتین اگه که ضخیم باشن روی پوستتون بذارین ممکنه که بیفتن. پس دو لایه هستن این دستمالا دیگه، اینا رو از هم دیگه باز کنین، یه لایه نازکش رو بردارین به قسمت‌های مختلف صورتتون، حالا پیشونی، کنارهای بینی، چونه. همیشه هم خدمتتون میگم مواد رو میتونین زیر چونه‌تون، قبقبتون اگه اضافه اومد و حتی پشت دستاتون هم از این مواد بذارین، چون واقعا مثل یه کرم پوستی عمل میکنن که کاملا طبیعی و ارگانیک هستن و پوستتون رو شاداب میکنن. پس یادتون نره که یه لایه نازک بردارین و بعد مواد رو بذارین روش. خب من برگشتم، مواد از رو پوستم برداشتم و خدمتون گفتم میتونین با آب ولرم این کارو بکنین که راحت تر این مواد از رو پوستتون بلند بشه و همیشه حواستون باشه که از قسمت پایین به سمت بالا بردارین این مواد رو، در واقع هیچ موقع از بالا به سمت پایین نه کرم به پوستتون بزنین نه مواد رو بردارین، چون باعث میشه که بافتای پوستتون تخریب بشه. امیدوارم که این مواد رو روی صورتتون بذارین و این حس خوبی که من دارم رو خودتون هم تجربه کنین، چون اینجوری شما فقط میبینین منو و این حس منو نمیتونین دریافت کنین. پس حتما اون تکنیک های ماساژی که خدمتتون گفتم و این ماسکی که آموزش دادم روی پوستتون بذارین تا این حس خوب رو شما هم داشته باشین. خب به انتهای برنامه رسیدیم، امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشین و برنامه‌های بعدی رو هم دنبال کنین، چون خدمتتون گفتم من هر دفعه که تو برنامه بیوتی فیس در واقع بخوام آموزش بدم میام روی یه عارضه پوستی روی پوستمون صحبت می‌کنم. پس برنامه‌ها رو دنبال کنین و امیدوارم که همیشه پر از حس خوب، پر از حس شادابی و عشق باشین. خدا نگهدار.